فصل هشتم. وقتی عیسی از کوه پایین آمد، جمعیت زیادی پشت سر او حرکت کرد. در این هنگام یک نفر جزامی به او نزدیک شد و پیش او به خاک افتاده گفت: ای آقا، اگر بخواهی می توانی مرا پاک سازی. عیسی دست خود را دراز کرده، او را لمس نمود و گفت: البته می خواهم، پاک شو. و فوراً آن مرد از جزام خود شفا یافت. آنگاه عیسی به او فرمود: مواظب باش که چیزی به کسی نگویی، بلکه برو و خودت را به کاهن نشان بده و به خاطر شفای خود هدیه ای را که موسی مقرر کرده است تقدیم کن تا آنها شفای تو را تصدیق نمایند. در آن وقت که عیسی به کفرناحوم وارد می شد، یک سروان رومی جلو آمد و با التماس به او گفت: ای آقا، غلام من مفلوج در خانه افتاده است و سخت درد می کشد. عیسی فرمود: من می آیم و او را شفا می دهم. اما آن سروان در جواب گفت: ای آقا، من لایق آن نیستم که تو به زیر سقف خانه من بیایی. فقط دستور بده و غلام من شفا خواهد یافت. چون خود من یک مأمور هستم و سربازانی هم زیر دست خیش دارم. وقتی به یکی میگویم برو، میرود و به دیگری میگویم بیا، میآید. و وقتی به نوکر خود میگویم این کار را بکن، میکند. عیسی از شنیدن این سخنان تعجب کرد و به مردمی که به دنبال او آمده بودند فرمود: به شما میگویم که من چنین ایمانی در میان قوم اسرائیل هم ندیدم. بدانید که بسیاری از مشرق و مغرب آمده با ابراهیم و اسحاق و یعقوب در پادشاهی آسمانی بر سر یک سفره خواهند نشست. اما کسانی که برای این پادشاهی تولد یافتند به بیرون در ظلمت جایی که گریه و فشار دندانه است افکنده خواهند شد. سپس عیسی به آن سروان گفت: برو، مطابق ایمانت به تو داده شد. در همان لحظه غلام او شفا یافت. وقتی عیسی به خانه پتروس رفت، مادرزن پتروس را دید که در بستر خوابیده است و تب دارد. عیسی دست او را لمس کرد، تب او قطع شد و برخواسته به پذیرایی عیسی پرداخت. همین که غروب شد، بسیاری از دیوانگان را نزد او آوردند و او با گفتن یک کلمه دیوها را بیرون می کرد و تمام بیماران را شفا می داد. تا پیشگوی اشعیای نبی تحقق یابد که گفته بود: او ضعف‌های ما را برداشت و مرض‌های ما را از ما دور ساخت. عیسی جمعیتی را که به دورش جمع شده بودند دید و به شاگردان خود دستور داد که به طرف دیگر دریاچه بروند. یکی از ملایان یهود پیش آمده گفت: ای استاد، هر جا که بروی به دنبال تو میآیم. عیسی در جواب گفت: روباهان برای خود لانه و پرندگان برای خود آشیانه دارند، اما پسر انسان جایی ندارد که در آن بیارامد. یکی دیگر از پیروان او به او گفت: ای آقا، اجازه بده اول بروم و پدرم را به خاک بسپارم. عیسی جواب داد: به دنبال من بیا و بگذار مردگان مردگان خود را دفن کنند. عیسی سوار قایق شد و شاگردانش هم با او حرکت کردند. ناگهان طوفانی در دریا برخاست، به طوری که امواج قایق را پر می ساخت. ولی عیسی در خواب بود. پس شاگردانش آمده او را بیدار کردند و با فریاد گفتند: ای خداوند، ما را نجات بده، ما داریم هلاک می شویم. عیسی گفت: ای کم ایمانان، چرا اینقدر می ترسید؟ و سپس برخاسته با پرخاش به باد دریا فرمان داد و دریا کاملا آرام شد. شاگردان از آنچه واقع شد متحیر شده گفتند: این چگونه شخصی است که باد و دریا هم از او اطاعت می کنند؟
هنگامی که عیسی به آن طرف دریا به سرزمین جدریان رسید، دو دیوانه از میان قبرها بیرون آمده با او روبرو شدند. آنها آنقدر خطرناک بودند که هیچ کس جرأت نداشت از آنجا عبور کند. آن دو نفر با فریاد گفتند: ای پسر خدا، با ما چه کار داری؟ آیا به اینجا آمده ای تا ما را قبل از وقت عذاب دهی؟ قدری دورتر از آن محل یک گله بزرگ خوک مشغول چریدن بود و دیوها از عیسی خواهش کرده گفتند: اگر می‌خواهی ما را بیرون برانی، ما را به داخل آن گله خوک بفرست. عیسی فرمود: بروید. پس آنها بیرون آمده به داخل خوک‌ها رفتند. تمام آن گله از بالای تپه به دریا هجوم بردند و در آب هلاک شد. خوکبانان پا به فرا گذاشته به شهر رفتند و تمام داستان و ماجرای دیوانگان را برای مردم نقل کردند. در نتیجه تمام مردم شهر برای دیدن عیسی بیرون آمدند و وقتی او را دیدند از او تقاضا کردند که آن ناحیه را ترک نماید.